چرا منو تنها گذاشتی؟ تو که میدونستی ما دوست دارم، چرا این کار کردی؟ خود دلت برای احسان تنگ نمیشه؟ ما دلم برای تنگ میشه بونی، دلم برات تنگ میشه. چرا دنبال ما را افتادی؟ مگه آدم بدبخت ندیدی؟ پسرت نمیخوامش، نمیخوامش، ببریدش. خب میخوام چه گنومش؟ میخوام چه گنومش؟ مرزی خانم، بیاریدش، بیاریدش. ای بویه عزیزم، بویه جونم، اوی 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 بویه منیرم امیده، بویه منیرم امیده. پسرم بیا، بیا که بی مادر شدی. ای بیا، ای خدا، خدا الله، مگه ما چه گناهی کردم؟ ما چه گناهی کردم؟ خودت میدونی، خودت میدونی همه یه دلخوشی منیر بود. خودت میدونی خواهر کاری میکردم به خاطر منیر. منیر، منیر، سر پر سرات چلو تو میگیرم، سر پر سرات چلو تو میگیرم. در حقم ظلم کردی، همچو همیتی رو تعایفت. او پسرم اوی نامرده، او پسرم اوی نامرده دمون که ما تو نزش کدا
خاکی به خاکی سیاه بشینه. ای 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 تو نام فکر میکنی مثل بقیه مامانی رو گشتم؟ ای آخه آدم چطور میتونه عشقشه همه یه کسشه دار ندارشه بکشه؟ الله این چه دردی بود؟ های کی میفهم ما چی میکشم؟ الله بیا عزیزم، بیا پسرم، بیا بریم به بدبختیم اونا. ای الله الله حساب منیر کو، منیر کو حساب، منیر کو امروز سر خاک یاد خاطرات بچگیمون افتادم. منیر خیلی زود بی مادر شد. پسرشم همینطور. اگه شرایط جور دیگه بود آخر عاقبت منیری نمیشد. ناهید امروز برای اولین بار از خودم بدم اومد. وقتی دنبال سهم خودم تو سوختن منیر گشتم. یعنی وقتی منیر کبریتو میکشیده من کجای ماجرا بودم؟ تو میفهمی چی میگم؟ فهمیدن حالش خیلی سخت بود. هر دفعه میدیدمش انگار میخواستی چیزی بهم بگه. بعضی وقتا حدس میزدم چی میخواد بگه، ولی اون دقیقا یه چیز دیگه میگفت. یاد گرفته بود حرف دلش نزنه. سر خاکش که برمیگشتیم دلم بیشتر برای سو تفلا که هیچ وقت دوست نداشته را بمونه. حالا شاید دیگه تنها نباشه. این روزا میگذره رسول، این روزا میگذره. روزی که حرف حبیب شد منیر گفت بابا من حاضرم بمیرم اما رو حرفت حرف نیارم. گفت بابا حبیب مرد زندگی نیست. من بهش گفتم بابا من کنارت هستم، از گل نازکتر بهت بگی با من طرفه. دیگه مدیری هیچی نگفت. خدا جا حق نشسته زایر. اصل منیر بود که رفت. در واقع منیر از وقتی مرد که من به سیاه بختیش رضا دادم. بیبی یعنی فکر میکنی منیر من حلال بکنه بیبی؟ دل علی ضم ما يدرون.
میبی؟ دل واپسم، آقام خبری نیست. پشت سر مسافر گریه نکن، خوب نیست. تو این وضعیت تنهام نذار. نترس، آدم های خوبی هن. هیچ کدوم نگفتن عروسی نحسی بود. چقدر بیرحم شد. راست میگه، قبول دارم. ولی هر وقت اینو میگی باعثش هم لعنت کن. میشه حالا بهتر میشه، اما نشد. تو یه چیزی میخواستی به من بگی؟ اما باشه یه وقتی که هم من تاوتشو داشته باشم
قضیه خانم سوار شو. بیا داخل. عجب شب آرومیه. این آتیش زیر خاکستره. شنیدم تهران خلوت شده، انگار اینجا امتره. خب اینجا یه روستا، از زدنش برای عراقی ها فایده ای نداره. رسول، چند وقت دیگه بابام برمیگرده، باید بریم تهران دیدنش. من 6 ماه بابامو ندیدم. بخیر رفتیم تهران همونجا بمونی؟ تنها؟ باز قرارمون یادت رفت؟ نه، ولی معلوم نیست این جنگ تا کی طول بکشه. تو که همیشه میگی زود تموم میشه. هنوزم دلم همینو میخواد. میدونی چه نقشه هایی برای آینده خودمون و بچه ها دارم؟ چه کارهایی تو این شهر هست که باید انجام داد؟ عجیبه، هنوزم هر بار قراره بیام پیشه دقیقا احساس همون زمان رو دارم که منیر گفت اینجایی. چه احساسی؟ دم نخلسون تا جلو در خونه بیبی برام قطع یوم گذاشت. خب چرا تو الان برام نگفته بودی؟ خب اینا رو که نمیشه گفت، اینا یه چیاییه که باید تو قلب آدم بمونه برای همیشه. ناهید جانم، بچه ما پک کی به دنیا میام؟ چرا انقدر عجله داری؟ فکر کنم 6 ماه دیگه. با فکر میکنی دختر باشه یا پسر؟ چه فرقی میکنه؟ فرقی که نمیکنه، ولی خب دختر باشه بهتره. چرا؟ به خاطر اسمش. اسمم براش انتخاب کردی؟ آه خیلی وقته. چی؟ اسم مادرم. بیبی؟ بیبی که اسم اصلیش بیبی نیست، زوهان. زوها، چه اسم قشنگی. یعنی سپیده صبح و زوها و لیل ذا سجا. خب اگه پسر بود چی؟ ببین اومدی نسازی، پسر بود بچه تو میزنی زیر بغلت میری خونه آقات. رسول، خوابم میاد خیلی زیاد. دلم میخواد چشمامو ببندم و بخوابم. بیدار که شدم ببینم همه اینا خواب بوده. جنگ، کشت و کشتار، بمباران.
دلیل اصلی برگزاری این نمایشگاه چیه؟ چرا اسمشو گذاشتین گلهای گرمسیری؟ اگر عکس‌ها رو ببینید خودتون متوجه میشید. خب دلیل این نمایشگاه؟ ببینید بعضی از کسایی که عکسشون اینجاست خودشون حضور ندارن، ولی یه چند تایشون هستن. مثلا اون جوون اسمش یونسه، زمان جنگ 4 سالش بود. بهتره برین از خودش بپرسین. متشکرم. باش حرف نزدی؟ نه، فکر میکنم خود عکس و کلی حرف برای گفتن دارم. آره واقعا پشت هر کدومشون کلی خاطره است. همینطوره، بعضی از چیزا درک کردنیه نه وصف کردنی. به هر حال من ترجیح میدم که اینا دیدشن، حرف اینا شنیده بشه. من هم میتونستم جزی از این خاطرات باشه. یه عکس از من هم میتونست اینجا باشه. اون وقت که این نمایشگاه را مینداخت، ماما خبرنگاره میخواست با ما مصاحبه کنه. خب حرف میزدی. چی میگفتم؟ این نمایشگاه مال شماست. زها جان این بچه هایی که از جنوب اومدن و مراقبشون باش، غریبی نکنن. یونس حواسش هست. ولی حیف شد، اگه تکلیف این چک رو هم مشخص میکردین خیلی بهتر میشد. تکلیف این چک رو باید یه شرخر مشخص کن آقای رستمی، نه یه مشاور حقوقی. خب من گفتم شاید بهتر باشه مثل دفعه قبل. یادتونه که دستمزد خوب و قابل ملاحظه تقدیمتون کردن، هرچند که هیئت مدیره و مدیرعامل مخالف این قضیه بود. این دفعه فرق میکنه، صاحب این چک تقریبا وجود خارجی نداره. اگه اون دفعه هم دستمزد بالا تعیین کردین بی حکمت نبود. پس شما ناراحت نمیشید اگه کسی رو به غیر از شما برای این کار استخدام کنی؟ هر جور راحتی. نهار خدمت باشی. نهار شرکتتون به مزاجم سازگار نیست آقای رستمی. اتفاقا منم اوضاع مزاجیم ریخته به هم، خواستم بیرون رستوران نهار بخورم. پسرم اومده دنبالم، میتونیم دوتای خدمت باشیم. آخ خوب شد یادم اومد، من امروز توی هیئت مدیره جلسه دارم، باید اونجا حتما حضور داشته باشم برای پاره توضیحات. انشالله باشه یه فرصت دیگه، وقت بسیاره. دیر کردی یا؟ برای تو که بد نشد، به کارات رسیدی؟ چه خبر؟ ایمیلامو چک کردم، یه سری هم سفارشات زها خانم بود که همش هم انجام شد. احمد سر رو منو برسون خونه. مگه قرارمون نبود بریم نمایشگاه مامان؟ خیلی خستم. من به آذر گفتم حاضرشو با هم میریم دنبالش. سر منو پیاده کن خودتون برید، حالا یه هفته برقراره. بهش میگم اینجا آسانسور داره، یلکی دور خودش میگرده. خب حالا خودتو عصبانی نکن. سلام. سلام. سلام خانم وفایی جان. شما پس کجا این تو جمعیت همش چشم دنبال شما بود. آخه پیدا کردن یک از این جمعیت کار سختیه. باز من و دختر خالم بودیم یه چیزی. سلام. سلام امو اسماعیل. سلام امو رستم. سلام. سلام به روی ماه دختر رسول. ماشاءالله ماشاءالله چقدر بزرگ شدی تو. ها بزرگی خودته. دیر کردیم یکم، اب نداره بفرمایید. همش تقصیر اینه، اون موقع مثل بالش بلندش میکردم میکوبیدمش زمین، اما حالا آخه نوکرتم، تقصیر کار که ما نیستم، خودت معطل کردی. مقصر ما نیستم، سلمونی شلوغ بود تو هم دیر کردی.
ببین نگاه کن، درسته همسرشی، ولی یادت باشه دختر خاله ما هم هست. یا ما دیر کردم یا ای دیر کرد. حالا خوبیت نداره، اینقدر شلوغش نکنیم، چه محیط فرهنگیه. خانم راست میگن. آخ جان، عجب عکسایی. اون موقع که عکس میگرفتیم فکر نمیکردم اینقدر جریان جدی باشه. ولی ما میدونستم. از کجا میدونستی؟ خب میدونستم. گفتم بس کنید، شدن عین تاموجری. شما ببخشید. خواهش میکنم، بفرمایید، از خودتون پذیرایی کنید، بفرمایید. اما به نظر من حس تو این کارا مهمه. حالا واقعا شما کدوم نگاه رو داشتید؟ من فقط یه مدت اونجا زندگی کردم، زندگی به معنای واقعی. این تقسیم بندی اونجا به کار نمی اومد. مثلا این بچه ها رو ببینید، زیر موشک و خمپاره بزرگ شدن، الان هم تعداد کمیشون باقی موندن. تمام این نمایشگاه درک یک لحظه از اون دور است. البته به شما حق میدم، اگر اون حس منتقل نشده حتما مشکل از منه. میگم بچه شما هم تو این شرایط به دنیا اومده. بله. اون در مورد کارهای شما چه حسی رو داره؟ شما دست شما درد نکنه. ممنون، متشکرم. مرسی، چرا زحمت کشیدین؟ خواهش میکنم، بفرمایید. مرسی. با اجازه. چه خوب کردین اومدین. این عکس‌ها رو ببینیم. بهتری؟ ممنونم، خوبم. چی شد؟ سرت گیج رفت؟ نمیدونم. سام، یکم دیگه استراحت کن. باید
بچه ها ببخشید. کدوم عکس؟ همونی که جلوش حالم بد شد. حسام؟ تو حسامی؟ نه خانم، اسم من حامده، حامد فتا. خب پس اشتباه گرفتی پسرم، چون من صاحب اون عکس رو میشناسم. ولی اون عکس منه، فقط نمیدونم اون زن کیه. اون زن هم مادر همون بچه ایه که تو عکس بود. درست، این عکس هاییه که من از بچگیم دارم. شما کجا به دنیا اومدی؟ تهران. خب اون بچه خرم شهره اونجا به دنیا اومده. شما اون بچه رو میشناسین؟ نه. از خانواده‌اش چطور؟ نه. پس چطوری میگین میشناسینش؟ این عکس رو خانم فرشید توی سفر به جنوب گرفتن. کی؟ سال 59. من سال 60 به دنیا اومدم. خب پس قطعا اشتباهه دیگه. البته این اولین باری نیست که این موضوع برای من پیش میاد. خیلی ها هستن که با دیدن عکس یه نفر فکر میکنن شبیه خودشونه. من میتونم اون عکسو داشته باشم؟ باید برات چاپ کنم. ولی وقتی عکس خودت نیست میخوای چیکار؟ یه جور حس غریبی رو برام تداعی میکنه. میخوای به پدر مادرت نشون بدی؟ من تنهام. وقتی که من به دنیا میومدم مادرم از دنیا رفته. ببخشید، چرا شما این جمله رو توی کارت دعوت نوشتید؟ کدوم جمله؟ نمایشگاهی برای یافتن هویت. اگر به دنبال هویت خود هستی سری به اینجا بزن. این جمله رو ما ننوشتیم. توی کارتایی که ما ارسال کردیم همچین جمله‌ای نیست. اینو دست نویس اضافه کردم. مطمئنی؟ آره. شما این کارت از کجا آوردید؟ برام پستش کردن. بیشتر شبیه شوخیه. شاید یه نفر خواسته اذیتت کنه. یه نفر که میدونسته آدمی که توی اون عکس شبیه بچگی‌های توه.